نبرد دمشق میان مخالفان دولت سوریه و نیروهای نظامی وارد چهارمین روز خود شد. تنها در 48 ساعت گذشته بیش از 60 سرباز سوری توسط مخالفان کشته شدند. تلویزیون سوریه نیز بدون ارائه جزئیات گزارش شده که ساختمان امنیت ملی این کشور هدف یک حمله انتحاری قرار گرفته است. در همین حال ارتش آزاد سوریه متشکل از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد ادعا می‌کند که عملیات آتشفشان را برای سرنگونی دمشق آغاز کرده است. با این حال بامداد چهارشنبه نیروهای دولتی توانستن کنترل دو محله برزه و قبون را از دست مخالفان خارج کنند، اما نبرد در سایر مناطق پایتخت ادامه دارد. در مقابل سردبیر روزنامه البس که ارگان مطبوعاتی رژیم است در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که به زودی نیروهای دولتی مخالفان را سرکوب خواهند کرد. روزنامه الوطن هم که نزدیک به دولت است در تیتر اصلی روز چهارشنبه خود نوشته است به زودی دمشق گورستان متجاوزان خواهد شد. اما از سوی دیگر مخالفان ادعا می‌کنند که همه چیز برای فتح کاخ ریاست جمهوری آماده است.